تو قسمت سوم صندلی داغ روبیکی سام مهمانی رکورد داره روبیک دو در رو ایران مهمون ماست. سام مهمانی با میانگین 1.99 در بخش میانگین روبیک دو در رو رکورد داره ایرانه. سام جان خیلی خوش اومدید. مرسی آقای کریمی. سلام به شما و بیننده های یوتیوبتون. امیدوارم که برنامه خوبی باشه. مرسی سام جان. سام اول خود از خود بگو چند سالته؟ الان چندومی؟ خب من از کجایی؟ من از تهرانم. امسال وارد 17 سال شدم. و اینکه کلاس 11 هم دیگه متولد 1385 فروردین 83 فروردین 1385 با نیما سنگی هم توی ایران. آره نیما سنگی. چقدر یادم. چند سال رو کار میکنی سامی؟ من فکر میکنم سال پنجم توی مدرسه شروع کردم روبیک. من فکر میکنم کمتر، فکر میکنم چهارم بودی، اواخر چهارم. نه کلاس پنجم بعد از ای بود. نه کلاس پنجم وارد مدرسه شدم، یعنی وارد مدرسه که دقیقا شدم اونجا شروع شد روبیکم. با شما کلاس ششم تازه شروع کردم. آها، کلاس ششم شروع کردم. چقدر کوچیک بودی اون موقع. خب سامی روبیک از کجا دیگه تو مدرسه؟ بله چی شد خواستی سرعتی کار کنی کلا؟ یه خورد تونجا صدا بالا تر فقط. من اول اصلا کلا علاقه ای به روبیک نداشتم، یعنی اصلا تو مدرسه دیاد میدن از کلاس دوم به بچه‌ها. فکر می‌کنم کسرا توضیح داد، من کسرا توی مدرسه. آها تو کسرا توی مدرسه. آره آره خب کسرا اینا از مثلا کلاس دوم شروع کردن باشه. کسرا روز می‌خوام کسرا ساربان‌ها رکورددار سه درسه که حالا قسمت اولام مهمان اون بود توی کپشن مصاحبهشو می‌ذارم. خب بریم سمت جمع می‌خوام. خب ما با بچه مدرسه و اینا، بچه‌ای که اونجا بودن از اول دبستان و کلا تو دبستان روبیک کار می‌کردن باهاشون از کلاس دوم. بچه‌ها مثلا یه ذره بلد بودن، حالا من هیچی بلد نبودم، مثلا تازه داشتم میرفتم تو مدرسه، تازه می‌رفتم، بعد یه چیز مثلا عجیب غریبه دیگه. اگه مثلا تازه بخوای شروع کنی همه بلدن، مثلا می‌دونی یه ذره سخت. من بلد نبودم، من گفتم هیچی بلد نیستم، خوشم نمیومد. بعد از شروع شد همون هفته اول، دو هفته اول یه ذره شروع کردم با سه درسه، شروع کردم من یاد دادن و اینا. من علاقه من شدم. سه درسه که تموم کردم فکر کنم به آخر سال نکشید. من بچه ها کلا خیلی رسیدم به بسیار بچه هایی که آخر همه رو کار بلد بودم. که بعد دیگه گفتم بعدش باید چیکار کنم که دیگه من یه فاز بدم. منظورش اینه که توی مدرسه شون یاد میدادم، مثلا اونایی که تازه اول سال سه درسه یاد میگرفتن جلوتر از روبیکای دیگه رو یاد میگرفتن، منظورش از آخر سال جلوتر بودن اینه که در رسید به سطح آخر. خب قدر دیدی همه رو بلدی و چیکار کنم؟ شما رو پیدا کردیم و بابام فکر کنم واسه با تماس گرفت. آره بابا تماس گرفت. چه جوری ساعتی از کجا رو پیدا کردی؟ همون اینترنت و اینا. چه از اسم چکات پیدا کردی فکر کنم؟ بله بعد سامی پدرش به من زنگ زد، خب رفتم خونهشون. کلاسمون کلاس خصوصی بود، بعد واسه سه درسه شروع شد. اصلا اول واسه سه درسه شروع شد، بعد یهو رفتیم تو دو در دو. یکی دو ماه سه درسه کار کرد، بعد رفتیم سراغ دو در دو. دو در دو رو خیلی عجیب غریب خوشت اومد، نمیدونم چرا. یعنی من خب خیلی بهش مثلا فردی شما با هم کار کردیم، سه درسهش مثلا تو اوریج زیر 20 راحت اومد. فکر کنم تو دو ماه اومد خیلی سریع. مثلا من تمرین یاد می‌دادم اون موقع‌ها، بچه خوبی بودی، خیلی تمرین می‌کردی. مثلا گفتم سامی مثلا امروز 150 تا باید کلاس بری، 100 تا حل کامل. می‌دیدم مثلا آخر شب همه رو برام مثلا اسکرین شات می‌گرفت می‌فرستاد. عجیب غریب بود تمرینش برام. میگم فکر کنم تو دو ماه و نیم قشنگ اومد زیر 20 ثانیه دیگه. یعنی من رو 40 45 ثانیه تحویلت گرفتم، تو دو ماه اومد زیر 20 ثانیه. یه بار گفت تو در رو سرعتی کار کنیم، گفتم باشه کار کنیم. بعد اورتگا رو داشت دادم، بعد خدایش حالا تالام نگفتم، گفتم خب این که دو دردار رو داره الکی یاد میگیره و ولش کن، بذار همون انرژی رو برای سه درسه میذارم. بعد خیلی عجیب بود، تو یه هفته مثلا با اورتگا میانگین 4 میزد، میانگین 5 میزد. گفتم ای چقدر خوب. شروع کردیم سی ال ال حفظ کردن، 40 تا الگوریتم سی ال ال که حفظ کردی یادت دو دردار چند تا حل میرفتی؟ چون من هنوز یادمه من اصلا چون خیلی حافظم ضعیفه، یعنی اصلا حافظه ما تونه هم مهمونی یاد میکنیم گذشتش رو من یادش میکنم. آره نوازه من بگم
سامی خیلی دو در رو حل میکرد، یعنی بود روزهایی که 250-300 تا حل برای هم میفرستاد با CLL میانگین ثابتش رو 3 بود، یعنی خراب میکرد 3.50-60 میزد. زورش کردیم EG1 رو یاد گرفت، حالا این متدی که میگم متدای سرعتی دو در روه که دیگه الان آموزش تو یوتیوبمون هست. EG1 رو که یاد گرفت پشتش آنتی CLL بشدم. من یادمه یه روزایی 500-600 تا حل دو در رو برام میفرستاد و الان اگه بهت بگم 500-600 تا حل میرفتی خودت باورت میشه؟ واقعا الان باورت نمیشه. واقعا روزی 500-600 تا حل میرفت. بعد دروغ هم بهت نگم، اوایل که میفرستاد گفتم خب احتمالاً 4 تا توش هم فیک میزنه و اینا، هفته اول دوم بود و رفتم سر کلاسش دیدم ای چقدر خوب میزنه. گفتم خب حالا سامی اینایی که یاد گرفتی فرمول بود. بعد حالا رفتیم وان لوک و اینا رو کار کردیم و اونجا دیگه استارت دو در رو سام خورد. فکر کنم کلاً 5-6 ماه دو در رو خیلی جدی کار کردیم دیگه. بعد از اون دیگه زیاد حالت شاگرد نداشت، دیگه میومد آموزشگاه و تدریس میکرد، سنت هم کم بود. ولی یادم اولین مسابقه ای که بعد از کلاس همون شرکت کردی کدوم مسابقه بود؟ یادته؟ اولین مسابقه؟ آره یادمه، فکر کنم تو دبی بود یا تهران بود؟ نه تهران بود. کدوم مسابقه بود؟ من یادمه که بعد از اینکه آموزش تموم شد و من یه سر خوب بودم یه خورده علی استرسش یه ذره خراب کردی. استرسی بودم، یعنی یادمه که یکی دو تا مسابقه اول من به فینال اصلا نرسیدم. آره. اصلا فینالیست نشدم. یه دور چکات سامر داشتیم 2017 فکر کنم. خب چیز ولنجک بود. نمیدونم. داراباد بود، داراباد. فکر کنم توی آمفی‌تئاتر بود. بزرگ گرمه. خیلی گرمه. یه دونه اونجا مثلا خودمون یه دونه گلدن روبیک بود فکر کنم. آره. گلدن روبیک. که این دو تا رو خراب کردی؟ چکات بد نبود. نه. بعد نبود چی؟ ولی تازه جالب اینه که انقدر من بهش امیدوار بودم تو همون مسابقه ها که میگفتم حالا احتمال داره حتی رکورد بزنه، چون حالا به جلوتر سر حل و اینا میریم، سرعت دست وحشتناک خوبی تو دوره رو داشت، فرمولا رو خوب حفظ میکرد. به جرئت میگم حالا وان لوک، بچه‌ای که نمیدونن حل یک نگاه دو در رو میگن وان لوک. فکر کنم به جز خودم و مهرزاد، حالا سام از مهرزاد بیشتر، تنها کسی که مثلا خیلی به جز خودم وان لوکش خوب بود به نظرم سام بود. حالا از نیاز مهرزاد حتی بیشتر با اینکه وانوکش خیلی قویه. رفتی دبی یه مسابقه یادمه، تو دبی اولی مقام تو آوردی یا دبی سوم شدی فکر کنم؟ اگه دوم شدم. دوم شدی. دوران اول شد میانگین 2.88 فکر کنم زدی. نه تو دبی یه 3.88. تو دبی یه پسره بودش که من همه راند دوم شدم. همه دوم شدی. خب چون یه پسره بود به اسم فرانچسکو همگین، یه چیزی فکر کنم آرژانتینی بود که تو همون مسابقه رکورد قارهشون رو زد، یعنی شانس نداره دیگه، کنار سینگلشون رو زد. بعد خیلی به سر واقعا اون موقع خیلی قوی بود یادم، اصلا تو اون موقع اوریج ولی 3.5 دوم، 3.5 دوم شد دیگه، اون اولین مقامش بود دیگه. از اون بعد یه خورده تونستم استرسش تو سامی خیلی استرسی بود. ولی یه خورده بیایم جلوتر، اولین مقامی که تو ایران به دست آوردی یادته؟ کدوم مسابقه بود؟ اولین مقام تو ایران نیست. بذار بیایم جلوتر. خیلی خب همه معمولا فکر میکنن خب سامی رکورد منو زد توی در واقع، راحت بهتون بگم و فکر نمیکنم بعد از خودش کسی بیشتر از من براش خوشحال شده باشه، ولی خب حالا خیلی میگن نه آقای کریمی خوشحال نشد که رکورد شد. به نظر خودت اینطوری بود؟ یعنی من واقعا خوشحال نه اتفاقا یادم اینکه من توی مسابقه دوباره چکات بودش، توی چکات هتل فردوسی خیلی هم مسابقه واقعا فکر کنم یکی از مسابقه قوی ایران بود واقعا. ولی اون روز من دیر رسیدم، صبحش نبودم، اومدم حالا من خوش نبود اصلا، 100% رو نرسیدم، دو در دو 5 دقیقه فکر کنم قبل راند، 10 دقیقه قبل راندم رسیدم که حالا من یه زنگ زدم با شما بچه‌ها هم همین می‌کردم من چقدر دیگه مونده تا راند و اینا. من رسیدم خورسوندم خودم، اومدم با بچه سلام علیکم، اومدم روی کم تحویل دادم، اونو تو تحویل دادم، رفتم توی سالن انتظار بود ویتینگ روم مسابقه که من با منتظر بودم دو تا حل اولام یک زدم، اصلا خیلی چیز خیلی برای خودم، یعنی خیلی اونجوری نبودش که مثلا عجیب باشه برام، ولی خب داشتم خیلی خوشحال می‌شدم دیگه، دو تا یک پشت هم اصلا انتظارش نداشتم اون روز، خیلی تمرین نمی‌کردم اون مدت، ولی خب از قبل روحیت هم اون روز خوب نبود یا اتشارا؟ آره یکی از اقوان فکر کنم فوت کرده خدا بیا موجوده. آره از سر خط اومد، دوتا حل اول خوب زد، فکر کنم دوتا حل آخرت هم خودم داورت وایسادم، حل سوم هم که یک زدم شما داشتی نگاه میکردی، بعد دیگه حل چار و پنج رو حالا میذاریم این ویدیوشو میذاریم. گفتیم که چند تا ست یک زده بودم، گفتی که حل قبلی چی شد، گفتم ست یک شده تا الان، اومدی وایسای داور مثلا خودت
که حالا دو تا حل آخرم اصلا خدا آقای کریمی وایساد گل سرمون، من گفت استرس نشه باش خدا آروم من دیگه داشتم واقعا اصلا داشت می‌لرزید. اون موقع دیگه داشتم فکر می‌کردم که من باید اون رکورد رو باید بزنم، 3-1 داشتم تو اوریجم باید می‌زدم. اومد گفت آروم آروم میتونی بزنی فلان، اگه فکر کنم اصلا نمیتونی بزنی قشنگ دست و پا داشت می‌لرزید. یادمه که سر رکورد که دیگه حل چهار انقدرم یه بود اوربیت اومده بود رو همه‌ش هم فیلم می‌گرفتن، کل سالن بلند شدم جلوام بود اصلا دیگه خیلی استرس هم شدید شده بود که دیگه شما نشستی و یادمه که حل که زدم اصلا زودتر از من فهمیدی که رکورد زدم، یعنی من گفتم دو خورده نزدم دیگه، بعد گفتی رکورد زد فلان، بعد 5 سال رکورد شکست و اینا. بعد از 5 سال که میانگین دو در رو دیگه از زمانی که من 2.38 زدم دست من بود تا 2.11 اومد 5 سال خب کسی نزدیک رکورد منم نشده بود دیگه. این نفر دوم فکر کنم خودت یا مرزاد بودی با اوریج 2.25، یعنی با آخر 14 سال. بعد سام که شکوند شاید یکی از چیزایی که خستگی من تو مسابقه درکرد رکورد سام بود، چون سام انصافاً حالتش زیاد حالت اوکی نبود، میام در دورش فهم فوت کرده بود، فکر کنم تو بدترین زمان بهترین اتفاق برات افتاد، یعنی اون مسابقه رو صرفا می‌خواستی نیای اگه یادت باشه. هی گفتم نه بیا، به بابات زنگ زدم گفتم بیا، گفتم بفرستینش حتما. من اصلا منو تا مسابقه هم نیادم اون زیادم اینکه من دوست بابا گفتش که بیا من میبرم یه جوری، من اووردش و بدبختی رسیدم دم هتل فردوسی اومدم دیگه اصلا اونجا دیگه میگم بهترین اتفاق دوران روبی که تو بدترین روزهای زندگی تو افتاد و این خیلی من حال داد. سامی من میدونستم اگه یه نفر رکورد رو بزنه سام بود، یعنی حالا مرسدم خودش اینجا بود جلوش هم گفتم، ولی فکر نمی‌کردم میانگین منو بزنه. و خیلی مرسدم از تشویقای خوب اون که قسمت قبلی مهمون بود، من فکر کردم سام بزنه، فکر کردم سام بزنه، ولی سام خب آدم وقتی دو سه تا حل خوب میره حلای آخر خیلی احتمال خیلی اشتباه داره، خیلی نمیشه شده مثلا 3-1 آدم هم من شده هم تو شده. حل چهارم اون مسابقه عالی بود، یعنی حل چهارم خراب کردی، من دو خورده ایزم که شد رکورد اصلا یادمه که حالا من دقیقا یادم نمیاد چه شکلی بود، ولی یادمه که خیلی حل خوب و راحتی بود، یعنی حتی میتونستم 1-1.5 به پایین بزنم ولی نشد، ولی بازم حالا خدا رو شکر رکورد شد. و و خوشحالم واقعا که دست تو افتاد رکورد، حقیقتا اینو قلبا میگم، و یه رکورد یکی از طولانی ترین رکوردهای ایران اون رکورد دو در رو من بود که سامی شکون. سامی توی روبیک حالا اون دوره که دیگه حرفه‌ای شدی انگیزت چی بود؟ خواستی به چی برسی؟ به رکوردش صرفا رکورد ایران خواستی بشکن؟ من اول اون که بوده قطعا رکورد، آره رکورد ایران بعد از چیز یه مدت خب می‌خواستم من رکورددار بشم و اینا، بعد جالب تمرینامون با هم بود دیگه، مثلا هر روز دفتر میومد مثلا میشستیم یهو 50 تا حل 100 تا حل هی دو درو تایم می‌گرفتیم، این دو درو تایم می‌گرفتیم بود وقت خالی پیدا کنم. آره خب انگیزه چی بود؟ اول از همه که خب من خیلی علاقه، من کلا اینجوری ام که کم به چیزی علاقه من میشم، مثلا ولی صفر علاقه واقعا، یعنی اگه واقعا یه چیزی رو بخوام و دوست داشته باشم و مثلا بخوام به چی برسم اصلا شک، اصلا بدون شک میرسم، این تو زندگیم بهم ثابت شده که کلن اصلا کلن فکر من آدم همین جیبات باشه دیگه، دقیقا در هرچه دیگه بخواد واقعا اصلا اگه دوست داشته باشه امکان نداره نرسه. من هم خیلی سخت تمرین کردم، اصلا هم بخواد بیشتر اینکه دوست داشتم، یعنی یاد چقدر در روز تمرین میکردی مقدار ساعت رو یاد من ممکن مثلا چون الان عذر میخوام مثلا حرفت الان خب خیلی که بچه‌ای که دارن تمرین میکنن دیدگاهشون اینه که خب رکورد مثلا 3 در تک دست ایشونه، 2 در رو دست اون یکیه، خب ما که قرار نیست برسیم، ما داریم 45 میزنیم، موقعی که 2 در مثلا من رکورد دارم خب تو فکر نمی‌کنم روبیک تو بلد بوده باشی، روزی چقدر تمرین می‌کردی؟ من اگه از 2 در رو میگم چون آیتمی که رکوردش شکسته و خب 2 در رکوردی که شکست روز به رکوردایی بود که خب بچه‌ها فکر نمی‌کردن کسی جز خودم بشکنه، برای همین خیلی از 2 در می‌گفتم، روزی چقدر تمرین می‌کردی سامی؟ اصلا کلا دو در دو یا هر چی، من کلا روبیک حفظ فرمول تمرین یادمه که واقعا یادمه اگه روزای مدرسه ام بود کافی، من اصلا می‌خواستم برسم خونه که بشم تمرین کنم. حالا تو مدرسه اولام چون روبیک اجازه داشتیم ببریم و کلا این چیزی از یکی از کلاساشون بود، خب اصلا من تو عکسای مدرسه ام هست الان بگم اگه پیدا کنم، اصلا مشخص جیب کاپشنم پر روبیکه، یعنی 3-4 تا روبیک جیب کاپشنم بود، ولی خب خیلی دوست داشتم دیگه، یعنی اصلا خودم حال می‌کردم با تمرین کردم، یعنی اصلا فشاری نمی اومد،
واسه همین اصلا داشتم ممکن بود مثلا یه روز برسم خونه بیکار باشم، 3-4 برسم خونه واقعا تا 11 شب بشم تمرین کنم، حالا یه تک نه یه ساعت مثلا بنشسته ولی 6 ساعت 7 ساعت تمرین می‌کردم. الان که تمرین نداری میدونم، الان درگیر بیشتر هم فوتبال یانوز، چون سامی اون زمانی که روبیکو کار میکرد فوتبالو خیلی حرفه‌ای کار میکرد، تیم بود و این حرفا، الان همون فوتبال یا نه کار دیگه میکنی؟ الان کلا چیکار میکنی؟ اینا رو زمین میپرسم. الان خیلی حالا تابستون که شد قبلش که مدرسه بودیم و اینا خیلی هم مدرسه امسا میری چندم؟ امسا 11 میرم. توی چند سالگی رکورد زدی؟ فکر کنم کلاس 8 تموم کردم. 3 سال پیش میشه چند سالت؟ 13 سالت. جالبه کسرو توی 12-13 سالگی رکورد 3x3 رو زد، سامان توی 13 سالگی رکورد 2x2 رو. برای بچه‌ای که فکر می‌کنه هر چی سنشون بره بالاتر قوی تر میشن، نه، این بچه‌ای که سنشون پایین‌تره چون انگیزه بیشتری دارن، حس رقابت بیشتری دارن، اگر که خودشونو کنترل کنن به نظر من خیلی جای پیشرفت بیشتری دارن تا کسی که سنش بالاست. من چون مشغله ها بزرگتر میشه، مشغله های بچه‌ها رو کم سن داره کمتره، درست درس هست نه درس نیست یا هر کسی کاری نداره بونه، ولی قطعا اصلا شکی نیست که مشغله تو سن کمتر. بزرگترین مشوقات توی روبیک کی بودن؟ اونایی که بدتالا خیلی احساس کنی؟ من به نظر من اولیش پدر مادرت بودن، چون سامی خانواده‌اش جزو اون معدود خانواده هایی هن که خیلی خوبه ها، خیلی برای من جذاب بود، چون مال من با خانواده‌شون در ارتباط هستم، جزو معدود خانواده هایی بودن که واقعا حامی بودن. یعنی فکر نمی کنم تا حالا به خاطر روبیک به مشکل خورده باشی باشون خوردی؟ نه، من اینکه مثلا من میگم شبا میشستم تمرین میکردم، اون که منطقیه دیگه، اینم با اصلا تپ تپ میکوبید رومیز، صدای رومیز هم اصلا نه یادم چه جوری مثلا مادر پدرم مثلا خب نه به غیر از خب میگه طبیعیه مثلا واقعا بعد میزدن اون که طبیعیه به نظر بزرگتر مشوقت به نظر من پدر مادر بودن، میگم واقعا حمایتش میکردن، یعنی چه از لحاظ حالا روحی چه از لحاظ هر چیزی که حساب کنیم، به خصوص پدرت که خیلی پیگیر این قضیه بود، حالا هم پدرت هم مادرت. آره. داداش کوچیکش هم اونم کیوبر بود. آره کیوبر. کارن مهمانی، حالا اونم عکسش رو براتون می‌ذاریم. اونم تو دبی فکر کنم آخر مسابقه شده. تو ترکیه. الان چند سالشه؟ الان 11 سالشه. اون چی کار می‌کنه؟ اون هم با سامی خورده تو کلاس‌ها بود، ولی خب خیلی ملوتر، ولی میگم تا فکر کنم 25 ثانیه 30 ثانیه اومد رکورد داشت. سینگل داره زیر 17 داره فهم زیر 17 داره یادم نیست من خب اصلا خوب بیادمه، ولی سنش خیلی پایین بود واسه اون موقع، اون موقع فکر نکنم میشه از 7-8 سالش 7-8 سالش بود. آره تو ترکیه اومد و رکورد میزد، خیلی هم تو دبی تحویلش گرفتم، خیلی یعنی اصلا من تحویلش میگرفتم رکورده رو میدارم، اینقدر بامزده بود دقیقا یه مسابقه بود تو همین سالن زرگنده بود، یعنی کراش مسابقه، یعنی بیشتر از بچه‌ای که مقام آوردن این حالا فیلم عکسشو میذارم این بچه چیز دادیم بهش، آها یه اصلا یه مقایه مدال دادیم بهش به عنوان محبوب ترین کیوبر مسابقه، یعنی یه دونه دیدم انقدر این بچه طرفدار داشت یه دونه مدال جدید بهش دادیم، یه لوحه تقدیم به عنوان محبوب ترین کیوبر مسابقه، یعنی فکر کنم مثلا اینا کسرو 3x6 میزد، این دو در رو 1 میزد، هیچ کی اینا تحویل نمیگرفت، خیلی جذاب بود برای من. حالا اینجا نشسته رکورد میزد مثلا. بعد یه سالون برمش میرم هوا خیلی مگه فیلم شده شون رو هم بفرست. الان انگیزه ای داری بخوای دوباره برگرد؟ البته مسابقات که هستش سامی میاد، مسابقات همیشه بودی، ولی انگیزه به نظرت میتونه تو ایجاد شه که دوباره عین قدیم تمرین کنی، دوباره عین قدیم شرکت کنی؟ نظر خود این اتفاق میفته با این مشغله هایی که تقریبا کردن داری؟ نمیدونم، حالا روبیک تو ایران از قدیم هم حالا خیلی بهش توجه اونجوری نمیشد، ولی خیلی به خاطر اون نبود، میدونی کلا من الان مسابقه هم میام به خاطر اینکه بیشتر خوش میگذره با دور هم و دوستای قدیمی و حالا کیبورای قدیمی رو میبینم، اصلا جو مسابقه ها به نظرم خیلی باحاله، خیلی خوش میگذره به همه و اینا، چند تا مسابقه آخر اصلا واسه این بیشتر بودم، حالا تمرین مثلا داشتم دیگه، ما آخر دو هفته آخر سعی کردم تمرین بکنم، ولی آره مسابقات آخر به خاطر خوش گذرونی، حالا خیلی فکر کنم خیلی بچه‌ها همینا هم. حتی کسرو هم همینو دقیقاً میگفت. آها ببینم حالا اسم روبیکی که باهاش رکورد دلار ایران زدی چی بود؟ اسم روبیکش کایوای بود، بوشیا ام. بوشیا ام. امروز بهش گفتم که سامی دلار رو تو بیار، می‌خوایم تو ویدیو نشون بدیم. دلار روش آورده. شما فکر کنید این وضعیت روبیک رکورددار ایرانه، حتی اسمبلش نکرده. روبیک رکورد. روبیک رکورد. بله.
خب الگویی داشتی موقع تمرین؟ یعنی مثلا میگفتی فلانی ها کلش خوبه الگو؟ پرکام کریستوفر آلسون بود، میرسادم کریستوفر آلسون بود بودش که سایت سی بای وکین الگو، پس کریستوفر آلسون بوده. توی واندوک بیشتر حدش نگاه میکرم اصلا خدا بود آقا اون موقعی که اون بودش. الان عبری دو درده که میدینی چنده؟ یک ثانیه و یک ثانیه. الگوت اون بود کلن تو کیوبینگ به جز اون الگویی داشته سند؟ حالا آیتم های دیگه فرقی نداره از حلاشون خوشت بیاد؟ من تازه مدادم تو روبی کوین ها اصلا یه زرده شم مثلا دنبال روبی کوین ها میگشتم. مدس مارک همون موقع شبش رکورد زده، ما دیدیم اون 4-4 آفرین درست 4-4 که من فرقش دادم پس های 4-3 زده. من اون مدس مارک رو خیلی دوست داشتم ولی الگوی خاصی نداشتم. نه به نظرت کی رکورد ایران رو میشکنه توی دو در... توی آیتم تو یعنی توی دو در رو کی میتونه رکورد ایران بشکنه؟ یعنی 1.99 تو رو کی میشکنه؟ یه اسم همین. من احساس میکنم یا دوباره خودم میزنم چون بچه جدی واقعا نمیشه اصلا دو در رو کار نمیکنه اونقدر. فکر نمیکنم آره دو در رو کار کنن ولی یا دوباره خودم اگه برگردم تمرین کنم شاید بتونم بشکنم. یعنی بتونم بشکنم مطمئنم ان شاء الله. یا اینکه شما اگه برگردم تمرین کنم تمرین کنم شاید بتونم بشکنم. خب سامی تو خیلی روبیک می‌خریدی، زیاد روبیک می‌خریدی. برند مورد علاقت چی بود توی روبیکا؟ من یه برند سم بگو محصولات مثلا این برند دوست داشت. محصولات کالبای من گنز و کسرا گفت من گنز اصلا دوست هیچ وقت داره روبیک هم گنز این به خاطر اینکه پیش من بودی همش اینجوریه. آره فکر کنم ولی اصلا گنز مورد علاقه خیلی کم کم گنز خریدی اتفاقا. آره شاید یه دونه گنز داشتم کلا یه دونه به دردش داشتم ولی اصلا هیچ وقت مورد علاقه نبود. کایوای همیشه دوست داشتم برای روبیکای حالا بیشتر چیز مگنتیک. رکورد 3% چنده؟ 7.99 توی 3% 7 فیلمشو داری؟ یا نه حتما نمیدونم ولی فکر اگه داشتی که به ما بده حتما. سه تا کیوبر مورد علاقت کلا توی اول از ایران شروع کنیم کلا تو حالا رابطه به آیتمت نداره رابطه به کلا ما میتونیم مثلا با کاریزماشون حال کنی یا میتونیم مثلا فکر حلشون رو دوست هر چی که خودت میدونی مثلا پشت کارشون. سه تا کیوبر مورد علاقت توی همه این سالا جدید و قدیم فرقی نداره. خب توی خارجی که سه اول سه تا ایرانی بگو. سه تا ایرانی ایرانی سختش کنیم بخورده سختش کنیم صدا بودم بلندتر. من توی ایرانی ها یکی کسرا که خب خیلی رفیق همه. کیوبر اول ایرانی شد کسرا. کیوبر دوم کیوبر دوم احساس کنم اصلا با رشته روی که آشنا نیست خیلی سخت شد. آقا تو مثلا مرزاد گلی مرزاد سومی مرزاد هم که میخونه برنامه قبلی اون بود سومی معارضه کریمی خدا قربون دو سری. پس سه تا ایرانی شد کسرا مرزاد و من دستت درد نکنه. خب سه تا کیوبر مورد علاقه خارجی خب یکیشو که گفتم کریستوفر یو آلسون تو دومی رکورددار جدید 3% که قهرمان قاره اروپا تایمون تایمون کلوشینسکی همون تیمون خیلی عجوبه است. سومی ماتسوالک هم بخاطر میشه کاریزما شه دیگه بیشتر بخاطر روبیک بالجر. من تو کاریزما تو خیلی دوست دارم. به نظرت رکورد 3% ایران و رکورد روبیک ایران رو کی میشکنه؟ سینگل یا اوریج کلا نظر الان؟ خب به نظرم یه پسری بودش که توی مسابقه حسین روشن بکنم حسین روشن خیلی خوب بود که فکر کنم خیلی تمرین بود چون ما نیدونیمش قبلش دیگه درسته رکوردشون واقعا خوب بود. یکی دیگه هم بودش که من اصلا اسمش یادم نمیاد. یکی دیگه هم مسابقه آخر بود حسین روشن اول شد دیگه نه. یکی دیگه هم توی مقامدارا بودش فکر میکنم 3% کسرا هم من بودیم نفر مسابقه یکی بودش خونه خیلی جدید بود اونا تاها محمدی خسروی همون که توی آنلاینمون هم اول شد پس حسین روشن محمدی خسروی قبول دارم با هم جفتشون خفنم. توی دوران خودت الان بخوای سه تا مدعی برای 3% بگی به نظرت کیان خیلی مدعی هستن؟ توشون که گفتم محمدی خسروی حسین روشن سومی امیرعلی. امیرعلی به نظرم برگرده این قدیم تمرین کنه واقعاً واقعاً دستش نیست. اصلا تو هم پس قبول داری امیرعلی؟ خیلی من خودم امیرعلی خیلی قبول دارم. حل واقعاً عجب. اصلا یادم ما حلاش ما میرفت یه لول جدا بود به نظرم. اصلا یه کیور دیگه بود به نظرم 3% اصلا یادم
عجیبی بود واقعا. خوب خیلی خوب بود، یعنی اصلا برگرده تمرین کنه میتونه بازم حتی نفر اول بشه. توی کیوبینگ زمانی که خیلی فعالیت داشتی هدفی بود که دلت میخواست بهش برسی ولی حالا گذاشتی کنار یا مثلا وقت نشد یا نتونستی و شاید اگه یه روزی افسوس بخوری افسوس اون هدف رو بخوری، هدفی بوده که چرا مثلا من یه ذره بیشتر ادامه نردم مثلا؟ نه، من فقط یه افسوسشم تو کیوبینگ مسابقه ترکیه بود خب که ما رفتیم با خیلی بچهای ایران هم بودن، یعنی آدم سرلک بود، سویل لطفی، سپر لطفی، کسرا هم بود فکرم ما پنشته بودیم دیگه نه. ما رفتیم اونجا مسابقه دادیم، فکر کنم از این همه آیتیم که داشتن رکورد و مقامه اینجا بردن ما پنی نفر ایرانی با بقیه ترک ها فکر کنم نصف مقامه آیتیم هاشون برای ما شد، یعنی اصلا همه بچه ها نفر اول آیتیم خودشون گرفتن. اصلا یادم که خیلی اسم بچه ایرانی اصلا اونجا رفت بالا و اصلا همه مونده بودن و اینا، فکرم نصف مقامای اولشون اصلا بچه ها گرفتن دیگه، کسا اسکیوبس در صفر دو دردو هم دو رانده اول شدیم، دو دردو من رانده اول دوم شدم، رانده دوم اول شدیم ولی با اختلاف اول شدیم، رانده دوم آره. یادم این که قهرمانشون خیلی خوب بود و اینا داشتیم با هم رقابت میکردیم، دو تا دی ان اف داد حذف شد، من گفتم دیگه اصلا من هیچ رقیبی ندارم و رفتم برای اولی. رانده سوم فینال دیر رسیدم از در و اینا، سپرمش اصلا فیلم گرفتم، حل اول من بد نزدم، حل دوم نه زدم، بعد دیگه اونجا استرس رو گرفتم و شدم با یک صدم اختلاف چهارم شدم، اصلا مقام نیاوردم. یادمه اونجا فکر کنم دیگه فکر کنم پس کنم زدت بدترین اتفاق روبیکیت هم همین میتونه باشه دیگه، ولی افسوس هدفی که نرسیده باشم بهش فکر نمی کنم. بهترین اتفاق روبیکیت، بهترین اتفاق روبیکیت هم که قطعا ان آر. سامی خب الان حالا از بحث های متفرقه دور شیم بریم تو بحث تمرین. خب تو میدونم به جز روبیک کارهای دیگه هم حرفه‌ای کردی، خب مثلا فوتبال رو خیلی حرفه‌ای دنبال کردی. یکی از چیزهایی که هستش بحث تمرینه. خب اگه من 3 تا عامل واسه پیشرفت میگم از 100% اینها رو درجه بندی کن. خب یکیش یادگیریه، یکیش تمرینه، یکیش تجهیزاته. یادگیری شامل حفظ فرمول و آموزش دیدن میشه. خب. تمرین شامل وقتی میشه که برای حل کردن میذاری، تجهیزات روبیک، استکمت، هر چیزی که میخری اینا رو از 100% تقسیمشون کن، ببین هر کدوم چقدر میگیره. خب اول یادگیریش میکنی، یادگیری از 100% چقدر مهمه؟ حالا هر با تقسیمشون کنی یا با یعنی با هم میشه؟ آره. خب یادگیری به نظرم که خیلی بخش مهمه، یعنی اصلا درصد بگو یادگیری از 100% میتونم بگم مثلا 30% 30% یادگیری. تمرین چند درصد؟ تمرین باید چیزایی که یادگیری رو قطعا باید خوب تمرین کنیم. اینجا گفتم کلا چه تمرین تو اینا فکر میکنم از مجموع تمرین و یادگیری میشه دیگه. خب 50% 80% مجموعاً، پس 20% هم میشه خرید روبیک و 20% 15% چیزای دیگه. روبیک چقدر رو رکورد تاثیر داره؟ اینو از همه چون میپرسم، از تو هم میپرسم، حالا از همه بچه‌ها رکورددار هم میپرسم، چون که خب ببینید نظرشون کلا در روبیک چیه. روبیک چقدر تاثیر داره؟ روبیک نمیخوام شعار حقیقتا بدی، میخوام بی تاثیر نیست. خب بی تاثیر نیست، یعنی خب اگه بی تاثیر بودش که این همه حالا خرید روبیک و فروشگاه اینا نبود، ولی تاثیر مستقیم حالا خیلی 100% هم نمیذاره، یعنی 20 ثانیه رو نمیکنه 9 ثانیه 8 ثانیه اصلا امکان نداره. اگه دو در دو رو مثلا بگم با ووشی ام نمیزدی با یه ووشی ساده تر میزدی، اون اوریج 1.99 چند میشد؟ اینجوری بپرسم فکر کنم برای بچه‌ها راحت تر باشه. من نمیگم چنگ شو معمولی یا نه، یه روبیک راحت معمولی تر، یه روبیک معمولی تر فکر نمی کنم مثلا بالاتر از 2.3 میشد، یعنی از باز اون رکوردم با حتی 20 حتی میشد نمیدونم، ولی میدونم تاثیرگذار هست روبیک، ولی چرا مثلا 10%؟ مهمترین عامل پیشرفت کردن تو روبیک از نظرت؟ اولا که باید علاقه داشتن، یعنی صرفا نگیم خب چون دو نفر رکورد دار شدن خب منم باید توی روبیک رکورد دار شدن، نه شاید شما مثلا آدم روبیک نباشی، شاید توی رشته دیگه موفق تر باشی. همه چی اول علاقه داشتن به نظرم خیلی مهمه، با کاری که داری انجام میدی باید به نظرم تو کلا تو زندگی با کاری که داری انجام میدی باید حال کنی، یعنی کلا باید بهت خوش بگذره، اگه نه نباید انجامش بدی. یه دونه هم که حالا تمرین دیگه، تمرین و کلن پشت کار درسته. بین چند تا حل دو در رو با هم بریم.
خیلی وقت میدونم تمرین نکردی، منم حقیقتا تمرین نمیکنم، هر موقع مهمونی چیزی میاد با اون تمرین میکنیم. بریم بچه ها برمیگردیم. مرسی دعوتمون رو قبول کردی، اومدی. کلام آخر اگه حرفی مونده، چیزی رو نپرسیدم، چیزی رو میخوایی بگی، در خدمت هستیم. احساس خوشبختی میکنم. نه کلن حرفی داری یا نه یه برو میخواه خداوزی و یه جمعندی کامل؟ نه دیگه، امیدوارم که حالا بچه هایی که جدید اومدن تو روبیک همشون موفق باشن، همشون رکوردهای خوب بهشون خوش بگذاره. امیدوارم که مسابقه ها توی ایران بیشتر بشه و حمایت ها از کیوبر بیشتر بشه. و اینکه حالا مرسی از دعوتتون، قربونت، مرسی افتخار دادی. حالا من یه جمع‌بندی براتون بکنم. تو این سه تا مصاحبه که تو صندلی داشتیم اما به خاطر اولمون هم ببینیم خیلی جذاب شده، هم مصاحبه کسرا بود رکورددار 3%، هم مصاحبه مرساد گلی بود رکورددار اسکیوب آسیا. یه نکته که خیلی روشون تاثیر روشون مانور داد این که سعی کنین بهتون خوش بگذره. هم سامی گفت، هم کسرا گفت، هم مرساد گفت، یعنی روبیک رو یک فضای پر استرس، پر از حاشیه برای خودتون نکنین که حالتون تو این رشته خوب نباشه. وقتی میان مسابقه نگران اتفاقات عجیب غریب باشین. روبیک رو بیکنید کنید که باهاتون ارتباطتون با آدم ها انقدر خوب باشین توی مسابقه بهتون به نظرم خوش بگذره. و بکنم خوش گذاشتن توی مسابقات یا توی کلا فضای روبیکی اشتراک این سه نفری بود که تا الان مسابقه کردیم باشون. حتما قسمت قبلی رو ببینین. این برنامه ان شاء الله قرار به امید حمایت شما قسمت های بعدیش هم ساخته بشه تا حالا بریم با سایر قهرمان ها و استعداد ها و کسی که توی کیوبینگ تأثیر گذار بودن مصاحبه بکنیم. مرسی که همراه بودین. این ویدیو رو حتما لایک کنین، کانال رو دنبال کنین، سابسکرایب کنین و امیدوارم که لذت برده باشین. ممنون که همراه اون هستین و وقت گذاشتین. ارادت، خدا نگهدار. سامی جان خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدار.